این سالن لطفا میخوام برنامه رو شروع بکنیم. وقتمون کمه. دوستان عزیز خواهش میکنم تشریف بیارید توی سالن لطفا. دوستان عزیز خواهش میکنم. خیلی ممنون میشم اگه لطف بفرمایید و تشریف بیارید تو. دوستان عزیز خیلی متشکرم اگه تشریف بیارید تو لطفا. همینجا ببمید. دوستان عزیز خواهش میکنم. دوستان عزیز خواهش میکنم. خانمی شکایت برد به دادگاه و گفتش که جناب آقای رئیس دادگاه، من 2 سال با این خانم ازدواج کردم، هیچ وقت با من حرف نزده. رئیس دادگاه خیلی عصبانی شد، گفت آقا شما آدم عجیبی هستید، 2 سالی که با این خانم ازدواج کردیم چرا باش حرف نزدید؟ گفت اجازه هست باید بفرمایید. گفت از این خانم لطفاً حضرت عالی بپرسید در عرض این 2 سال به من مهلت داده من حرف نزدم؟ همشون حرف زده دیگه. حکایت بنده است که میام اینجا به کسی مهلت نمیدم، همش خودم حرف میزنم. باید ببخشید. اینه که خواهش میکنم دوستانی که در بیرون هستن تشریف بیارید. صدا میده چشم ها بدونه بود. به هر صورت اجازه بفرمایید در این قسمت من خیلی تونتو پرهام این میکروفون صدا میده. میکروفون صدا میکنم. صداش یه ذره بالاست. خب. به ترتیبی که روی یادداشت دوستان عزیز مرحوم فرمودن این اطلاعیه را خدمتتون عرض میکنم. جناب عباس دریسی نمایشگاهی دارن از آثار نقاشی خودشون در شهر لاهویا در نگارخانه دریسی در 11 جولای به نمایش خواهند گذاشت. خودشون هم اینجا تشریف دارن، کارتاشون هم دارن، اگر خواستید ازشون اطلاعات بیشتری بگیرید در روز 11 جولای در شهر لاهویا. یه ویدیوی درست کردن اخیراً در لس آنجلس به نام بیاد ایران. در این بیاد ایران جاهای دیدنی ایران را به صورت بسیار زیبایی نشون میدن که با صدای آقای توفیقی و آقای میبودی تایید شده و در سان دیگو به فروش میرسه. دوستانی که دلشون میخواد اینو از مراکز ایرانی دریافت کنن. روز یک شنبه 28 ماه جون یعنی آخر یک شنبه این ماه آقای مسعود اسداللهی یکی از شاهکارهاشون رو به نام شب عاشقی که با نام جلسه امشب ما ارتباط پیدا میکنه در سان دیگو به روی صحنه میارن. روز یک شنبه ساعت چه ساعتی خانم گلوانزاده؟
هشت شب. معمولا هشت میگن، هشت هم شروع میکنن و فلایراش هم اینجا آوردی خانم، اینجا هست از اونا بردارید. من این خواهشمه وقتی دوستانی از لس آنجلس به امید ماها میان به این شهر، واقعا حمایت کردن از هنر و هنرمند یک وظیفه ایرانی و انسانیه. من معمولا اغلب اینا میرم، وقتی میرم سالن پر شده آدم احساس افتخار میکنه، ولی وقتی میبینید رو صحنه اینا دارن حرف میزنن و چند نفر تماشاگر بیشتر نیستن، آدم یه احساس کوچکی، یک احساس ناهمبستگی میکنه. احساس میکنه که میشد دوستان بیان اینجا، حتی اگه خوششونم نیاد اینها را به اصطلاح تشویق بکنن، چون با نیامدنمون هیچ ساپورتی نمیکنیم و هیچ پیامی بهشون نداریم. میتونیم بریم ببینیم، اگر نظری داشتیم بعدا باشون مطرح. روز یک شنبه خواهش میکنم آقای مسعود اسداللهی، دیروز خودشون تلفن کردن و گفتن که خیلی دلشون میخواست که این جلسه اینجا بودن، ولی امشب برنامه رادیویی دارن و قول دادن که در یکی از این جلسات در همینجا تشریف خواهند آورد و مهمان ما خواهند بود. میدونید که ایشون یکی از تهیه کنندگان خوب تلویزیونی بودن و اولین برنامهشون رو با طلاق در ایران شروع کردن. دفعه بعد به خاطر این کتابخونه تعطیل هست، پرتاب جولای روز استقلالشون هست، بنابراین ما دفعه بعد با عرض معذرت جلسه نخواهیم داشت چون سالن در اختیار ما نیست، ولی به جاش در اول آگوست جلسه ماهیانمون رو خواهیم داشت. پس لطف بفرمایید که فقط یک دفعه که پرتاب جولای باشه جلسه نخواهیم داشت، ولی ما تعطیلات تابستانی که بعضی از دوستان تلفن کرده و سوال نبوده بودن به این صورت نداریم، چون در عرض سال همش 12 تا جلسه داریم که تعطیلات تابستانی لازم نداریم. کنسرتی هست از آقای فرامرز اصلانی روز شنبه 20 جون در لاهویا، برنامه از کانون جشنها، باز فلایرش اینجا هست دوستان بردارن. برنامه تلویزیونی جام جم در سندیگو روزای یک شنبه از ساعت 10 شب از کانال 77 ساوت وسترن هست. بعد یه ابتکار جدیدی یکی از شرکت‌ها به وجود آورده. شما می‌دونید که تلفن به ایران قبلا خیلی گران بود، بعضی وقتا هر دقیقش به 2-3 دلار می‌رسید. اخیراً با این کارتی که تهیه کردن شما با هر دقیقه 56 سنت می‌تونید با ایران صحبت کنید. کارتاش 20 دلاریه، 20 دلار میدید، از این کارتا میگیرید، بعد به مدت 33 دقیقه میتونید با ایران صحبت کنید. اینا اطلاعاتی بود که در اختیار من قرار گذاشته. اگر باز مطلبی من از قلم انداختم یا کم گفتم منو یادآور بشید. خب با این مقدمه که جناب دکتر آلاگویی شروع کردن، من فکر کردم که و به جناب دکتر مهراز میکردم که باید از خدا خواهش بکنم که ما را برگردونه به عالم عدم یه دفعه دیگه با برنامه و طرحایی که جناب ایشون میگه پدرمون باید خوب میبوده باشد، با مادرمون دعوا نمیکرده باشد، معلم ها ما را نمیزدن، تنبیه و تشویق نمی، آقا ما میرفتیم مسجد مرتب ما را میزدن، اصلا کتک خورده جزی از سنت و خاطر بود. تازه می اومد می شکایت می گفتیم، پدر می گفت زور استاد بحثی مهری پدر. خدا شاهده وقتی اصلا کف دستای همه ما اصلا شاگرد اول تا آخر همه چوب می کردیم. معلم می گفت تا نباشد چوب و تر پرمان نبرد گاو و خر. حالا ما نمیدیم گاو بودیم یا خر. اینه که با امیدوارم آقای دکتر تمام مطالبی که میفرمایند با طنز و شوخی است، ولی من خودم عرض میکنم سه روز بعد تازه خونریزی های بنده شروع میشه که ای بابا اگه حرفایی که شما میگن هست، پس ما در چه دنیایی زاده بودیم، چه سیستم تربیتی داشتیم، مادر بیچاره همیشه از پدر میترسید مخصوصا اگه آبگوشت یا سماوار سوزنده باشه. شما شرحال خانمایی را که سماوار سوزنده بودن دریافت بکنید که از ترسشون چه کارهایی که نمیکرد، اگه آقای خونه و دعوا میکرد میگفت من در عمرم یه دفعه سماوار نسوزوندم، این زن هر دفعه میسوزونه، برای اینکه آقایش وقت سماوار آتش نکرده بود، همیشه خانم بدبخت آتش میکرد. بنابراین امیدوارم که از ما که گذشته انشاءالله نسل‌های جوان بتونن بر اساس روش‌های ایشون این مطالب داره بکنن.
حالا من خواهش میکنم جناب دکتر تشریف میارن، دوستان اگر سوالاتی دارن مطرح بفرمایید تا در فرصتی که هست بعد بریم به قسمت بعدی برنامه. جناب دکتر هستم که نون و پنیر شما رو به خواب نبره، چون میدونید 20% 30% اینه اون جلو بنده یک کارایی کردم، ببخشید تقصیر بنده است. عرض کنم دو سه تا نکته کوچیک عرض کنم بعد در خدمتتون هستم. یکی این که دوستان درباره کتاب پرسیدن، بعد قبلا هم عرض کردم من یک کتابی در ایران اون زمانی که دانشگاه تهران بودم جامعه امروز رو نوشتم، دو مرتبه در دادم، حدود 4 ماه 5 ماه قبل در ایران تایپ ستینگ کردن و برگشته الان شرکت کتاب دارن، اون پریروز برای من جلدش رو فرستادن، 1100 صفحه است. البته بحث اجتماعی است، 15 فصل و 14 فصل داره، اونا به زودی میاد خدمتتون خواهم داد. در خصوص تیپ و نوار میدونید الان بنده برنامه‌ای که صبح هست دوشنبه ها کیستم من، چهارشنبه ها خانواده امروز و جمعه ها ما و فرزندانمان، گرچه از ژانویه بنده شروع کردم ولی تیپ ها رو از تقریبا فوریه نگه داشتیم. احتمالا تمام این تیپ ها رو پشت سر هم خواهیم گذاشت، مثلا وقتی 6 ساعت 8 ساعت بشه اون رو تقدیم حضورتون خواهم کرد. بنابراین اگر فرصت بدید ظرف یک ماه یا دو ماه آینده برای هر کدوم از اینا مثلا 8 ساعت یا 10 ساعت خواهد بود، فکر می‌کنم حدود 10 ساعت که بشه 3 تا 4 تا تیپ رو درست خواهیم کرد. ضمناً برنامه داشتم یه مقدار تیپ های داشته باشم. در خصوص عرض کنم که داشتن کنفرانس و کلاس اینجا متاسفانه برام ممکنه، چون 3-4 نفر از دوستان فرمودن ممکنه مثل گذشته روزای یکشنبه که بعد از شنبه بنده دو ماه یه دفعه شرف یا حضورتون میشم یه کنفرانسی روز یکشنبه داشته باشیم، اون رو اگر قرار شد بعدا جناب مهندس فیروزی و دوستان خدمتتون خواهند. یکی دو تا از دوستان درباره عشق به خدا با من مطلب و گفتگوی داشتن، اولا سپاسگزارم از توجهشون. من اجازه ازتون میخوام 3-4 دقیقه که امیدوارم به جای اینکه مسئله و مشکل درست کنه شاید یه چراغی رو روشن کنه با هم مسئله رو حل کنیم. اگر شما درگیر یه تجزیه و تحلیل عمیق علمی فلسفی مخصوصا بشید، بس که این را بازه دلیلی داره این صدا ها جان؟ آره مثل اینکه برحال عیبی نداره اگر بدونیم که بس که چیز خواهیش بکنیم شما درستش میکنیم نکنیم بزنیم کشتی کنیم. دوستی بود سوار اتوبوس شده بود، بعد برای اولین بار سوار اتوبوس شده بود، بعد که ایستاد اتوبوس همه رفتن توی قهوه خونه اونجا موند، گفتم تو نمیه به گفت نه، وقتی که اومدن دیدن دنده رو در آورده و داده دست من چرا دنده ماشین در رو آخه از تو اونجا که شروع کردی آمدی یه 100 کیلومتری که مده یه زور میزنی اینو بکنی حتی هستی هم یه رفعی من برم کندم و برم رو حالا ما اونجا صدای اینو برای یه چیز داشتن منم کندم خلاص رو میکردن رفت میده بله شاید اون در اگر بازه این کارو میکنه نه یه چی یه علامت مال سکیوریتیه باید کار انگلیس ها باشه که من برنامه این باید بله الارم سیستم یک کاری داره میکنه عیبی نداره دیگه، همینقدر که بدون کارش نمیشه کرد بلش میکنه. بله جای شدرش یا شکره عرض کنم که من یه توضیح کوچیک رو عرض کنم. شما میدونید که من و شما به عنوان انسان تمنا میکنم خیلی کوتاه هستم ولی توجهتون هم. من و شما به عنوان انسان فقط چیزایی رو میتونیم تشخیص بدیم درک بکنیم که از نوع ما باشه. به همین جهت است که با وجودی که الان توی این فضا امواج رادیویی و تلویزیونی هست، من و شما با وجودی که نوعش هم همون نوع موج هستیم اما دستگاهش رو نداریم، به هیچ وجه توانایی رو نداریم که بتونیم این امواج رادیویی و تلویزیون رو بگیریم. بنابراین فقط انسان میتونه چیزی رو درک کنه، چیزی رو میتونه تشخیص بده، به چیزی میتونه ارتباط برقرار کنه که از نوع خودش باشه، شبیهش باشه، مانندش باشه. نه تنها باید شبیه و مانندش باشه، باید حتما ازش بالاتر و برتر باشه.
یعنی من فقط چیزایی رو میتونم درک کنم که ازش بالاتر باشه. خب تکلیف من رو روشن کنید، ما چجوری شبیه خداییم و چجوری از او بالاتر؟ بنابراین برداشتی که من و شما از خدا داریم، همونطور که به درستی از نظر فلسفی گفتن، فقط یه تصوری است از وجودش که احتمالاً او این رو در ما گذاشته و بعدن یه راهی که حتماً این راه متوجه امکانات انسانی ما نیست به او مرتبطه که او با ماست یا ما با او، که بنده نمی‌دونم. نتیجه‌ای که می‌خوام بگیرم اون جمله‌ای بود که ابتدا عرض کردم. به نظر می‌رسه که اصولاً اگر شما به فرهنگ‌های کشورهای مختلف نگاه کنید، خواهید دید که وقتی گفتگوی درباره خدا می‌کنن، درباره انسان کامل اون فرهنگ صحبت می‌کنن. به بیان دیگه وقتی شما بگید خدا رو یک کسی برای من، اولا کسی که میتونه تعریف کنه، چون عنصر بسیطی است که از نظر فلسفی هم تعریف نداره، ولی اگر کسی بخواد توضیح بده احتمالاً یه صفاتی رو به خدا نسبت میده، مثل کریم و علیم و سمیع و بصیر و اینا، که هر چی دقت کنید اینا همون صفات انسانی است، فقط در یه مفهوم کلیش مطرحه. به بیان دیگه واقعاً از نظر علمی مطالعه‌ای که روی خدای فرهنگ ها کردن به این نتیجه رسیدن که خدا هیچ چیز جز انسان کامل نیست، یعنی هر جامعه‌ای آمده آنچه را که بهترین میدونسته به صورت یه مجموعه در آورده و اسمش رو گذاشته خدا. و به همین جهت که یه کسی مثل امیل دورکایم که اولین مطالعات در حقیقت جامعه شناسی مربوط به مذهب و خدا رو در قرن 19 می‌کنه و یکی از خدای قرن جامعه شناسی قرن 19 هست، حرفش این است که اصلا خداپرستی چیز جز جامعه پرستی نیست، یعنی مفهوم خدا در مفهوم جامعه خودش رو نشون میده. اینا رو به این دلیل عرض می‌کنم که از دیدگاه علم مسئله به این راحتی‌ها نیست که آدم‌ها بتونن با خدا یه کارایی بکنن، بلکه اصلا اگر یه حقیقتی جهان رو به وجود آورده که بنده بهش اعتقاد دارم و اون جهانی رو خلق کرده، این ارتباط خیلی ارتباط خاصی خواهد بود. نتیجتا روزی که شما بگید من عاشق خدا هستم، از نظر من به عنوان کسی که از دید علمی میخواد بهش نگاه کنه، یعنی شما عاشق همه خوبیایی. و روزی گفتید من به سمت خدا میرم، یعنی من به سمت همه چیزهای خوب میرم. و روزی که من بگید من از خدا دور افتادم، معناش این است که من با از آنچه که خوبی است دارم فاصله میگیرم. بنابراین از نظر من اینه که اتفاق با ارزشه. حالا اگر از این دید به مسئله نگاه میکنید، خیلی راحت میشه فهمید که مفهوم خدا در مفهوم ارزش‌های مطلق اخلاقی و انسانیه و هیچ اشکالی هم نداره. به اتفاق انتقالش به فرزندانمون هم مسئله است. و عشق به خدا هم که معنی عشق به عدالت، به حقیقت، به آزادی، به صلح، به محبت، به دوستیه، واقعا مشخصه اصلی و اساسی انسانی. اما اینا رو با این مفهوم که خدا جونی دارم که مال خودم اون تو جیبم اون دیشب باشه حرف زدم اون آمد و رفت و اینا گرفتاری است. من با پسرم روز با یه جمعی بودیم امریکایی و اینا گفتگو بودی که برگشت به دلیل بحث بود، برگشت به گفت که Do you believe in God؟ ولی موضوعش بود Do you believe in God؟ گفتم I do believe in God but I don't believe in those people that you are working for him. یعنی من به خدا معتقدم، اما اونایی که برای خدا کار میکنن خیلی باشون راحت هستم، چرا خودشون رفتن خودشون استخدام کرد. من اینجا میذاره که برام دیگه میشه چون حتی دو نفر دیگه هم بودم ولی ببرم بودم شما دانش و فهم و کمال به جوری از وجود خدا.
سپاسگزارم از محبتتون. اما بذارید ما یه ذره بحث بکنیم، حالا که شما سر به سر من گوشتی سوال. ببینید، بذارید با هم دو سه تا نکته رو حل کنیم، چون این واقعا مهم، واقعا مهم. من و شما یه موجودی هستیم که تقریبا میدونیم، دانش و آگاهی و تشخیص و تجزیه و تحلیل اون چجوری درست میشه و چجوری به وجود. و بذارید، چون میخوام به هم گفته و خوشحالم میشم که حتما توضیح بفرمایید، من اصلا به این که دو سه جور علم وجود داره اصلا نمیفهمش. حتی العلم نقطتون که سر اون جاهلون. نه آخه اون میتونه یه ادعا باشه، آخه میتونه یه ادعا باشه. ببینید، نه چون دلم میخواد نه من اینجا گیر دارم، چون مطرح فرمودی دلم میخواد یه ذره مسائل روشن کنم. بنده میتونم معتقد بشم به یه تصورات تخیلات. شما صبح یک شنبه پا میشید میبینید که یه آدم آوردن اونجا، همینجوری هم خدا داره میاد و معجزه میکنه و کور شفا میده و کر شفا میده و میره. و اگرم باشون صحبت کنید یه ذره دقت به حرفاشون بکنید، حتی میگن اینو به من گفت، اینو الان به من گفت، اونو چیز که بنده چند دقیقه دو هفته قبل بود صبح شنبه ذره بیکار بودم تلویزیون رو باز کرده بودم. اگر قرار باشه به صرف ادعا بخواید من و شما حرکت کنیم، باید ادعای هر کسی رو بپذیرید. بنابراین اگر یه کسی هم برگشت من گفت که دیشب به من اینو گفتن، ببخشید قصد جسارت ندارم، ولی اگر شما به مسیح معتقد نباشید مستقیما رفتید جهنم، کارتون تمومه، منم گیر میافتم. ببینید، من مشکلی که دارم این هست که چرا فکر میکنیم یه علمی جدا از علمی که من و شما در بقیه زمینا داریم وجود داره، و اون علم چرا هیچ چیز دیگر رو روشن نمی‌کنه جز فقط در دنیای ذهنی و تخیلی من. اون دانش چیکار کرده که من از طریق علم نتونم برم؟ تمنا می‌کنم دقت کنید، امکان نداره. شما یه جمله به من بفرمایید، یک جمله که دوستان بفهمن که دقیقاً لغات و مفاهیمش لغات این جهانی و انسانی و مادی نباشه. هیچ. یه شما مثلا میتونید به من بگید که خدا زیم زام جیلان بوم بم تیم. اگه همچه حرفی بزنید، فقط میتونید همچه حرفی بزنید. روزی که شما آمدید راجع به کوچکترین حرفی بزنید، شما خودتون در قالب انسانی بردید. و نفی این مفهوم رو من اصلا باش راحت نیستم. من اصلا داستان قلب و مغز رو نمیفهم. یعنی به نظر من داستان قلب و مغز یه تفکیکی است که در بحث علمی ممکنه به درد بخوره. یعنی بحث عقل است با احساس، ولی از نظر علمی تفاوتی بین عقل و احساس نیست. علاوه آدمایی که این گونه عقل و احساس رو دارن، بنده با دارو احساسشون عوض می‌کنم. یعنی یه ماده بهشون تزریق می‌کنم، یه جوری که فکر می‌کنم. یه ماده بهشون تزریق می‌کنم، یه جوری که عمل می‌کنم. بنده حداقل می‌تونم بگم ظرف یک ماه با یکی دو تا بیماری روانی روبرو می‌شم با یه سیستم فکری. داروهای وجود داره که اون سیستم فکری رو به هم می‌ریزه. یعنی من و شما ابتدا باید مطمئن بشیم که چیزی که می‌گیم یه پایه‌ای تو این مجموعه و سیستم داره. در اینکه شما من بگید من اولم عرض کردم خدایی وجود داره، من بهش معتقدم. در اینکه این خدا جهان رو خلق کرده، بهش معتقدم. در اینکه این خدا همه خوبی هاست، باش مسئله ای ندارم. اما اینکه یک کسی فکر بکنه از یه راه دیگه احتمالاً میره و یه چیزی به اسم خدا رو یه جایی پیدا میکنه، دو تا سوال بسیار اصلی و اساسی مطرح هست. به اون سوال عبارت از این است که این راه رو مردم کشورهای مختلف به شکل و فرمای متفاوت رفتن و درست مانند تعبیر درستی که کردن این است که اگر شما یه دونه سیب داشته باشید، یه دونه کرمی توش باشه و این کرمه از تو سیب بیاد بیرون و ببینه یه باغبان اونجا گرفته نشسته، بیشترین حدی که این کرم میتونه راجع به اون باغبان فکر کنه این است که در حد یه کرم به مسئله نگاه کنه. و بنابراین مسئله من و شما با این داشتن یه چنین ارتباطاتی یه مقدار سوال آفرینه. و علاوه من فکر میکنم اگر این جهان از این جهان ماده، این جهان علمی، این جهان عقلی هم از آن خداست، این چیزی ضد خدا و مخالف خدا نیست. یعنی به هیچ وجه بنده تصور نمی کنم که در دنیا علم، عقل، منطق، دانش انسانی این یه چیزه، یه چیز دیگه یه جای دیگه وجود داره، یه چیزی یه جای دیگه وجود داره که با این متفاوته. بنده به هر حال یه مقداری وقت صرف این کارا و فکر درباره این مسائل کردم، یه جستجوهایی هم کردم، غیر از ادعا چیز دیگه نیست. یعنی در حد به قول معروف ادعا، نه بذار راحت بشم، در حد ادعاست. یعنی اگر یه چیزی باشه و بشه کاری کرد، بشه به کار. مثال عرض کنم، بذار من این نکته کوچیک عرض کنم. شما یک شنبه این دفعه رو لطف کنید تلویزیون رو نگاه کنید، شما میبینید آدمایی رو میارن و وقتی با تمام وجودتون باور میکنید و بسیارش هم حقیقت داره، فکر نکنید دروغ و کلکه ها، ابدا.
آدمایی رو میارن اونجا تمام عمرشون رو چرخ نشستن 20 ساله رو چرخن راه میافتن. آدمایی هستن نمیشنون میشنون. آدمایی هستن که مریضی دارن گوششون نمیشنوه شونگان حفظ رفت. آدمایی هستن که تکون نمیخورن تکونشون میدن. ولی اگر دقت کرده باشی دو تا چیز رو میبینی. اولین نکته این است که این بیماری ها فقط یه تعداد مشخصی داره. هیچ وقت نمیان رنگ کفش کسی رو عوض کنن، هیچ کس نمیان چشم کسی رو رنگش رو عوض کنن، هیچ وقت نمیان موی سر سفید کسی رو سیاه کنن. اگه قرار بود قدرت باشه که همه چیزو داره درست می‌کنه، چرا همه چیزو درست نمی‌کنه؟ اینا بیماری‌های سایکوسوماتیکه که شما وقتی یک کتاب روانشناسی می‌خونید تقریباً این بیماری‌ها مشخصه. به کوری مرتبطه، به کری مرتبطه، به افلیجی مرتبطه و اینا بیماری‌های سایکوسوماتیک هستن که از طریق هیجانات عصبی میشه درستش کرد. و بنده همیشه عرض کردم تمام کارهایی که روز یک شنبه هر کس می‌کنه من تو دفترم می‌کنم. هر کاری. و هیچ دلیلم نمی‌بینم که اسمش یه چیز دیگه بگذارم، ولی که کاری است که در چارچوب حریم علمیه. و بنابراین اعتقاد به اینکه یک کسی دیگه در یک کارایی میکنه تجاوز به علاوه اگر شما واقعا همینجوری کور شفا میدید کمر آب ولی چی تو نشستی توی کلیساها را میافتی تو بیمارستانا هی بری تو این اتاق اینا را بنزید برم را بنزید برم را بنزید خلاف کنید را بنزید داستانی که وجود داره اینجاست که گیر کار، یعنی یه سیستمیست که با هم هماهنگی نداره. یه سیستمی است لطفاً اگر ای هفته بعد یه سیستمی است که هماهنگی با هم نداره. و اون وقت است که شما این دفعه در دنیا بنده سه سفر هندوستان بودم. خب اونجا دانشگاه کلکته و دو تا دانشگاه پنجاب و دانشگاه پاتیالا و اینا رو رفتم که تو این کارا متخصصن کار کردم. سالهای سال کار کردم و رفتم با بهترین آدمایی که تو این رشته سالها کار کردن و تو اون زمینه هستن سر مسائل مختلفشون از رینکارنیشن گرفته داستانی که خودشون دقیقاً اونایی که باشون کار می‌کنن اینا خبری نیست. و بله اگر یه سیستمی باشه یه سیستمی که باید بشه پیادهش کرد به مردم مرتبطش کرد. این که نمیشه فقط اختصاص به یه گروه به خصوصی از هر 1000 نفر یه نفر داشته باشه، از هر 100000 نفر یه نفر داشته باشه. یعنی احتیاج به این هست که یه ارتباطی داشته باشه. بنده مفاهیمی رو که در چارچوب مسائل فلسفی است عرفانی است رو متوجه هستم، ولی تضادش رو با علم زیر بار نمیارم. برای که اگر قرار هست که در جهان چون چیزی که اسمش عقل و چیزی که اسمش علمه عبارت از روابط طبیعت که به صورت قانون داره در میاد و در من به گونه خودش رو نشون میده و در ارتباط با منم وجود داره، من که نمیتونم اگر قرار از این ور برم فکر میکنم که نه یه چیزی وجود داره که من بگه اصلا راه نیست یا از این ور نیست یا از اون ور هست. و هرگزم در عمل چیزی رو هیچ کس نمیتونه برای من نشون بده، یعنی بیاد بگه من از این سیستم استفاده میکنم و این کار یا اون کار برای تو میکنم. بنابراین اینا یه مقدار مجموعه تفکرات و تصوراته که میتونن آدم ها داشته باشن و آدم ها میتونن رشدش بدن و آدم ها میدونید یه مقدار حالات و احساسات مختلف و متفاوتی دارن که شرایط غیرعادی رو درشون به وجود میاره. بنده بارها و بارها با آدمای روبرو شدم که استعدادها و توانایی‌های عجیب و غریبی داشتن. حتی شما میدونید امروز از نظر علمی میپذیرن که آدم میتونه به یه چیزی نگاه کنه و وادار به حرکتش کنه، ولی کاملا فیزیکی. امروز از نظر علمی دقیقاً میدونن که شما میتونید مادرتون در ایران باشه و شما از اینجا میتونید از نظر ذهنی با او ارتباط برقرار کنید و اگر شما دلتون میخواد که اون پاشه بره توی گنجه عکس پدر بزرگشو در بیاره و نگاه کنید کار بکنید. اینا رو ثابت کردن میشه، اما ثابت هم کردن همش مادیه، یعنی همشو میتونن از طریق سیستمای کاملا مشخص انجام بدن. یعنی حتی آدمو الان میشونن و میذارن شما بگید 1 2 3 بعد میگن یه عددی بگو، شما میگید 7426 به اون آدم میگن این آدم چی فکر کرد، میگه 7426. یعنی امروز متوجه شدن که وقتی مغز شما داره فکر میکنه امواجی رو از خودش بیرون میفرسته که یه دستگاه اگر باشه این امواجو بگیره درست مثل صحبت میشه فهمیدش. یعنی چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم این است که من هیچ دلیلی نمیبینم، هیچ دلیلی نمیبینم که برای حل مسائل جهان من و شما قواعد موجودی که داره کار میکنه رو رها کنیم و بریم سراغ چیزایی که در طول تاریخ کار نکرده. یعنی در طول تاریخ اون اعتقادات با اون همه عمر جلو مردمی رو نگرفته، سبب نشده که عمر انسانی که 15 سال 20 سال باشه بشه 80 سال، سبب نشده که مردم مشکل غذاشون رو حل کنن، سبب نشده که مردم مشکل روابطشون رو حل کنن، مردم به یه مرحله از دانایی و آگاهی برسن که با هم دوست و صمیمی باشن. تاریخ ننگ است و ننگ، جنگ است و جنگ، شرم است و شرم، با اون که مردم طبیعی زندگی میکردن، طبیعی غذا میخوردن، طبیعی رفتار میکردن، ولی با اون طبیعت هیچ کار نکردن. امروز هم اگر من شما بریم تو قبایل افریقا، تو قبایل استرالیا که مردم طبیعی زندگی میکنن، هیچی هم دوربرشون نیست، نه عمرشون درسته، نه سلامتی دارن، نه آگاهی دارن، نه تا شرافت اخلاقی انسانی دارن.
یعنی امروز قبایلی رو که مورد مطالعه قرار دادن، قبایل افریقایی، قبایل مثلا استرالیا که حالا نداره ولی افریقا هنوز داره، رفتن اینا اصول اخلاقی هم ندارن، مثل آب خوردن هم آدم میکشن، مثل آب خوردن هم به حریم او به همدیگه در یه زمینای تجاوز میکنن، اما بر اساس نیازهایی که دارن که اصول اخلاقی و استانداردهای اینجا اونجا برای خودشون گذاشتن. مثلا فرض بفرمایید قبایل اسکیمو 36,000 نفر، اینها حدود مثلا 40 سال قبل بوده. اینا انقدر مردم مهمون نوازی بودن که هر کس که واردشون میشد هر چی داشتن رو میدادن، از جمله همسرشون رو در اختیار مهمون میگذاشتن که باش همخوابه بشه. ولی وقتی ریشه مثلا پیدا کردن، از بس اینا در هم ازدواج کرده بودن، از هر 3 تا بچه‌ای که اینا میوردن دو تاشون ریتاردد و عقب افتاده بودن. اینا امیدشون این بود که یه خارجی بیاد همسرشون رو حامله کنه، بچه سالم داشته باشن. بنابراین هیچ ارتباطی به مهمون نوازی نداره، یه نیاز بسیار عمیق سنگینی است که بچه که از خارج میاد اونم بچه سالمی خواهد بود، و بنابراین برای این کار پیشی میگرفتن که مهمون رو برن خونه شون و از این طریق بتونن تولید مثل کنن. حالا من شما میام مثلا بگیم اینا مردمان مهمان نواز صمیمی خوبی هستن که همیشه در زندگیشون قرار میدن، یا فرض کنید خود ماها، ما مردمان مهمان نوازی هستیم به دلیل احتیاجمون، به دلیل احتیاجمون. یعنی ریشه مسئله در این است که فکر کنیم من باید مواظب ایشون باشم، ایشون مواظب باشم، مواظب خانم باشم، خانم مواظب. از این نمیاد که من و شما در اون عشق و محبت باشه، برای که اگر عشق و محبت بود چرا باید زن و شوهر باید کاری رو بکنن که آقای مهندس دارن توضیح میدن و اینجوری بتونن به جون هم بیفتن؟ چرا باید اینقدر قدرت فرماندهی و کنترل و مالکیت و تنبیه و اذیت و آزار وجود داشته باشه؟ منی که اینقدر راحت و آسوده هستم که هر چی دارم مال همه است، چرا با خانواده‌ام خوب نیستم؟ چرا با بچه‌هام خوب نیستم؟ چرا این حسنیت و محبت اونجا در پس دروغه؟ یه نیاز منه که به من گفته تو اگر با همسایت کنار نیای، اگر تو مواظب دیگران نباشی، اگر تو چنین و چنان نکنی تو گیر میفتی. بنابراین منم یاد گرفتم اینجور شد، درست مثل داستان چوپان دروغو به ما گفتن، داد بزنه بیه گرگ اومد مردم میان، باز گفتی گرگ اومد مردم اومد، بار سوم چهارم مردم دیگه یاد میگیرن، این دفعه که گرگ اومد داد زنی نمید. آخه این که طریقه یاد دادن راستگویی نیست، توش منفعت و فایده است. من باید راست بگم برای که فایده داره. خب اگر من تو زندگی بتونم دروغ بگم و سود ببرم و کلکم نخورم، خب میگم. یه دفعه آدم میگه، هفته بگیرم، دفعه میگم گرگ اومد، دفعه میگم شیر اومد، دفعه میگم چیز دیگه. یعنی علت این که دلم رو یه ذره باز کردم بذارید به شما بگم، من اصلا نمیفهمم که یه چیزی مخالف و متفاوت با علم وجود داشته باشه، اصلا نمیفهمم. بفرمایید که چیزایی وجود داره که در علم نیست، مثلا با تو مخالفتی ندارم. شما من بفرمایید، حریم علم حریم ماده است، حریم علم حریم روابط مادی، با تو کاملا ماده. شما من میگید یه چیزای غیر مادی وجود داره و یه چیزایی که قوانین روابطی داره، ولی یادتون باشه شما به مجرد خواست اینا رو برای من توصیف کنیم، یا سراغ همین لغات مادی و میاد سراغ همین روابط مادی، و اینجاست که گیری. شما اگر من برگردید بگید الان در این جهان موجودات دیگری هست، الان تو این فضا اصلا یه شهرهای دیگری هست، موجودات دیگه حرکت کنید، شاید به من بگید تو باش مخالفی میادن. ولی اگر من به من گفتید به خاطر این موجودات حالا بیا این کارو بکن و اون کارو بکن، من معتقد میمونم اینو برای من ثابت کن دیگه، حالا دیگه زیر بارش نمیاد. یعنی نکته من رو توجه میفرمید؟ بنابراین من آماده هستم به من بگن که هزاران هزار جهان، هزاران هزار حقیقت، هزاران هزار واقعیت غیر از این حقیقت و واقعیت مادی فیزیکی دوربر تو وجود داره، آیا وجود داره یا نه؟ میگم امکانش هست. ولی اگر آمدید به من گفتید حالا من میخوام راجع به اون با تو حرف بزنم، شما باید یه ذره با من یه پایه و اساسی بذارید که بتونیم بحث بکنیم. زیرا اینا میتونه تخیل و تصوراتی باشه که آدم‌ها با شرایط مختلف دارن، تمنا میکنن، التماس میکنم ازش سوء تعبیر نکنید. ولی اگر شما توی یه بیمارستان روانی برید، از 200 تا مریض 150 تاش اعتقاد به حس و احساس و تفکرات عجیب و غریب داره، و بعضی هاشون هم توانایی‌های حیرت انگیز، ولی اومده تو حریم بیماری. برای که همونطور که آدمایی هستن که هوش اضافه دارن، آدمایی هم هستن که به شما نگاه میکنن، ذهنتون رو و فکرتون رو میخونن،
آدمایی هستن که قضاوتای درباره شما میکنن که حدی نداره، اما وقتی میاد روی چارچوبی پیادش میکنه گیر میافتید. بنده چون دو تا بهم تلفن کردن توی یکی از این برنامه‌های تلویزیونی، یه بحثی داشتم درباره اینکه جهان یه قانون داره و غیر از اون نیست، بعد نمیدونم چرا چون شب یه برنامه‌ای بود که کسی فالگیر بود، گفتم مثلا این دوستان فالگیر 150,000 نفر در امریکا شغلشون فالگیریه، بعضی از ایالت اجازه شما میگه من فالگیرم. گفتم این فالگیرا میدونن که من 30 سال قبل چی کار کردم، 22 سال قبل خواهرم چی کار کرد، 18 سال آینده برادرم چی میکنه، 42 سال آینده زن برادر من چی کار میکنه، اما این لامصبا یکیشون ندونستم که این بلیت بخت آزمایی هفته بعد شماراش چیه که خودشون برن بخرن. این گرفتار 20 دلار من خاکستر مرتبه. سادگی میدونی پسر دختر خاله من 14 سال قبل چی میکنه، من 17 سال قبل چه کردم، آینده من چه اولام هستد، این شما رو همین چهارشنبه بگو من رو خلاص. خودت نمیخوای استفاده کنی، مقامات بالا داری که از این فقط ادعاست. این مقامات بالا لطف کن به ما مقامات پایین خودت ما بریم کن زندگی اون رو بکنیم. میدونی میخوام چه خدمتتون عرض کنم؟ بنده وجود همه این چیزای غیر ممکن رو قبول دارم. یعنی الان یکی به من بگه تو وجودت شیطان، میگم شما. ولی اگر من گفت حالا که شیطانه تو باید این کارا رو بکنی، من میگم قربونت برم. نه اینو دیگه برای من یه ذره تکلیفش روشن کن. بلاوی تو که نمیگی در وجودت شیطان هست، بعد اومدی ما یه بحثی درباره جهان شیطانی میکنیم، تو من میگی آخر کار حالا تو وجود شیطانه، بیا 10 دلار من بده من شیطان از وجود در میارم. من چه گیرم؟ من اینجا ارتباط رو میخوام. بنابراین چیزی که دلم میخواد خدمتتون عرض کنم این است که بنده با وجودی که با مفاهیم فلسفی و عرفانی و این نوع چیزا آشنا هستم، ولی اونا رو فقط در حد عقل و علم میفهمم. اگر یه چیزی مخالف علم من جهل، شما میگید متفاوت با علمه، متفاوت با علمو میفهمم، مخالف علمو نمیفهمم. برای که اگه قرار باشه مخالف علم رو من بخوام بپذیرم، الانم خیلی راحت میتونم سرمو اینو بکنم تو گلوم بعد بیام نمیبینم، از بالای پشتونه میدونم خودم پرد کنم بگم شاید نمردم، برای که من نمیتونم غیر از این زندگی کنم. من بر اساس علم موجود دارم زندگی کنم، پشت فرمونم که میشستم اصول رو رعایت میکنم. اگر رعایت نکنم اون چیزی که اسمش زندگی تبدیل به مرگ میشه، مثل آب خوردن و بذار گرف آخرم بزنم. من در تمام عمرم هزاران هزار نفر تا حالا، بیش از هزاران نفر آدمی که به دلایل مختلف درگیرن، یه چالش ساده کردم. آقا تو اینکه ادعای چیزای مختلف میکنی، یه نمونه خارجی رو برای من نشون بده که این اتفاق افتاده، به من ثابت کن. همه از یک کسی شنیدن که یک کسی راجبه یک کسی دیگه چیزی گفته. من اقلا 200 مریض داشتم اومدن گفتن آقای دکتر پسر خاله ما گفت که یه شب خواب دید که بعد اون اونجوری شد. آقا یکی این پسر خاله گفتی تو بیار ما ببینیم. و بارها آدم ها رو بردن و نشستیم بحث ها رو کردیم، خیلی راحت تونستم بهشون میگم از کجا میاد، برای که ریشه این مسائل مشخصه. به بیان دیگه شما من بگید آخر حرفا میذارم در خدمتتون. به من بفرمایید عوالم دیگه‌ای وجود داره، موجودات دیگه‌ای هستن، چیزای دیگه هستن، من اثر میارم. ولی اگر به من گفتی که من از تو میخوام که یه فکری مخالف ماده بکنی و یه فکری مخالف علم بکنی و یه فکری مخالف واقعیت جهان بکنی، من یکی نیستم. برای اینکه من تفاوت رو میفهمم اما مخالفت رو نمیفهمم. هیچ کس نمیتونه من بگه که تو این حرفایی که مثلا میزنی اینجاش درسته، ولی ما از یه جای دیگه سر همین موضوع به یه نتیجه دیگه میرسیم. به نظر من این دوگانگی وجود نمیتونه داشته باشه. این یه تضاد، این یه تناقضه که ممکن نیست و معنی هم نمیتونه پیدا کنه. و بذارید این حرف آخر بزنم، شما اگر اعتقادات مذهبی داشته باشید که احتمالاً بیشترتون دارید، با امیدوارم داشته باشید، به هر کسی که معتقد هستید، اون آدما اومدن رو زمین به زبان من و شما حرف زدن، به کلام من و شما حرف زدن، مفاهیم من و شما رو به کار بردن، زندگی عادی داشتن، رفتار عادی داشتن و کارشون هم پیش بردن. هیچ نگفتن ما یه چیزی میگیم تو نمیفهمی. بله مگه قرار یه چیزی بگم من نمیفهمم؟ برای چی میگن به من؟ من معتقدم، حالا که اینقدر بالا گرفته، من معتقدم اگر خدای به ما حرفی زده و کتاب آسمانی که اشاره فرمودن مثل قرآن کریم رو برای من فرستاده، برای این فرستاده که من بخونم و بفهمم و راهم رو از چاهم تشخیص بدم. اگه که من بگه اینو برای تو فرستادم ولی تو بخونی نمیفهمی، اگه بفهمی هم نمیفهمی، یه چیز دیگه هم توش هست، من حیرون میمونم. به همین جهت است که در طول تاریخ بزرگترین خیانت اون روزی کردن که برگشتن گفتن این کتابی که هست یه چیز دیگه توشه. یعنی چی چیز دیگه توشه؟
من به شما بیام برگردم یه مطلبی رو بگم، شما من میگید آدرس فلان جا کجا میگید، بعد ما میخوام بریم سان دیگو یا میخوام بریم جون داون تاون سان دیگو، بنده یه جوری با شما حرف بزنم که شما نرید و به اونجا نرسید و گم بشید، بعدم بگم من میگم دو رام میگم اونجا بذار دو بابا شما میگی چی میگم آها دیگه خود برو بفهم آقا کمکم رو خلاصم کن. حالا در طول تاریخ با اینجور حرف زدن که 99% مردم رو مستقیم ما به جهنم فرستادیم، برای که تو عمرش رو حتی نفهمیدن چه خبر زندگی. به همین جاست که بنده اعتقاد دارم همونطوری که یه معلم باید حرفی رو بزنه که شاگرده بفهمه، اگه کلاس دوم اندازه کلاس دوم، اگه کلاس پنجم اندازه کلاس پنجم، من معتقد هستم که اگر حرفی زده شده باید در حد فهم و شعور و درک و استنباط اکثریت ما باشه. نمیخوام بگم همه، میخوام بحث چیز تضاد و تناقض داشته باشم، ولی اکثریت مردم شد. اگر قرار باشه اکثریت مردم وقتی اینا رو میخونن، اینا رو که یه عده میفهمن نمیفهمن، خب اینا بازیه دیگه. یعنی من اینجا گرفتاری که پیدا میکنم این است که کمکم هم نمیکنه و در خیالتون باشه اگر کشورهای مختلف دنیا رو برید خواهید دید آدم‌ها با این افکار چگونه در طول تاریخ به خاطر همین برداشت‌ها به جون هم افتادن، به خاطر همین برداشت‌ها و قضاوت‌ها به جون هم افتادن و فرمان قتل هم دیگه رو صادر کردن بدون اینکه هیچ کس دلیلی داشته باشه که چه خبر اون پشت. یعنی شما میتونید به من بگید برگردید من دنیا رو اینجوری میبینم، دنیا رو اینجوری میفهمم، مثلا مسئله ندارم. هر کدوم گفتم من برای اول عرایزم اگر توجه کرده باشیم، اول عرایزم جمله گفتم ما یه تعریف عشق داریم در دنیای علم، ولی اگر شما برای خودتون به هر دلیلی تعریفی دارید نظر من محترمه و قابل قبول، اگرم برای من بخواید بگید با کمالی لازمم بشه، اگرم نظرم رو خواستید صمیمانه و صادقانه خدمتتون عرض می‌کنم، نظرم هم نخواستی ساکت میشینم میرم دنبال کارم تموم شد رفت. اما این که شما من میگید من به تو میگم تو هم باید بپذیری نیست، به همین جهت است که یه قاعده تو دنیا وجود داره، من و شما در دنیای زندگی میکنیم حرف آخر عمیقا معتقدم به زبان ریاضی نوشته شد، به همین جهت است که کسی مثل اینشتین تو تئوری نسبیت خصوصیش و بعدش عمومیش فرمولای دنیا رو نوشت که آقا دنیا باید اینجوری باشه. 20 سال گذشت، 40 سال گذشت، 60 سال گذشت، پیشرفت‌های فیزیک و مکانیک رفت جلو رفت جلو رفت جلو، تمام اون پیشبینی که اون کرده درسته. علتش این بود که گفت دنیا باید اینجوری باشه، درست مثل اینکه اگر شما الان سوار اتومبیل بشید برید تو فریوی 5 سرعت 60 مایل داشته باشید، شما 2 ساعت دیگه لس آنجلسید، هیچ احتیاج به قیدگویی هم نداره. چرا؟ برای که جهان قانون داره و به همین جهت که چون جهان قانون داره یه دونه هواپیما از روی زمین اینجا بلند میشه میتونه بره توی تهران تو فرودگاه مهرآباد چرخ جلویشو بزنه روی 25 سنتی در حالی که دستگاه اتوماتیکش هم کار میکنه. چرا؟ برای که جهان قانون داره، همه چیز در دنیا قانون داره. بنده در تمام عمرم ندیدم همه رو چالش میکنه که من نشون بدم یه جا قانون جهان رو میتونم بشکنم. به همین جهت که شما پسش دارید میره بالای سر مریض رو معالجه میکنه، مکانیک دارید ماشین دونه درست میکنه، غذا درست میکنید میخورید، بچه‌تون رو کمکش کنید زبون یاد میگیره. آخ قانون داره دنیا. اینکه من یه دفعه یه قوانین دیگه یه جای دیگه وجود داره یه جور دیگه کار میکنه من باش مشکل دارم. هنوزم یه آدمی ندیدم که بتونه یا اونها رو توصیف کنه برای خودش یا من و یا بتونه ارتباط این دوتا رو به این راحتی مشخص کنه. اگر این ارتباط رو بتونه مشخص کنه عالیه. یک کسی مثل تو اشاره به مولوی کردن، یک کسی مثل مولوی وقتی شما با عظمت کارش آشنا میشید حیرت میکنید که یه آدمی چگونه میتونه این همه برداشت‌های درست و حیرت انگیز در زمین‌های مختلف داشته باشه. ولی اگر دقت بکنید وقتی مسیر رشد و تکاملش رو میبینید شما میتونید این مسیر رشد و تکامل رو در یه مفهوم انسانی ببینید. من وقتی که فرض بفرمایید حافظ رو میخونم یا سعدی رو میخونم خیلی چیزا میفهمم، میتونم راجبه کسی مثل سعدی چون یه نگاهی تازه کردم بهش خدمتتون عرض کنم. شما صفحه کتابای سعدی رو باز کنید بهتون بر نخوره چون بعضی بهتون بر میخوره. کتابای سعدی رو باز کنید صفحه 60 صفحه 42 صفحه 35 یه دفعه با یه مطلبی رو برو میشید عالی منطقی معقول دنیای علم هم امروز پیداش کرده راجبش هم حرف زده برای که اون آدم افق فکرش کرد. اما درست دو سطر بعد یک مزخرف غلط نامربوطی میبینید که بیا ببین. چرا؟ برای که اینا باید یه دنیای ذهنی درست کردن که همه رو توصیف میکنن یه مقدارش درست یه مقدارش غلط، درست مثل فروید. شما وقتی کتابای فروید رو میخونید شما صفحه اول این صفحه این سر عالی حتی حرفای فروید زنی که 100 سال بعد مطالعات نشون داده کاملا با فرویده اما با مطالبی رو برمیشه که درست 20 سال بعد از فروید فهمیدن اشتباه کرده. چرا؟ برای که مردمی که یه جهان بینی دارن یه حرف بزرگ کلی میزنن توش درست و غلط پیدا میشه بر اساس شرایطی که دارن و این ناشی از مسئله انسانیه.
مسئله انسانی، این که حالا یک دفعه ما از یه جای دیگه یه دفعه یه سر نخلی پیدا کنیم و یه جور دیگه زندگی رو بخوایم بریم، من باش مسئله دارم. و همیشه هم عرض کردم در طول تاریخ مردم به این مسائلی که امروز یه دهی معتقدن خیلی بیشتر نزدیک‌تر بودن، ولی نه خوشبختی درست کردن، نه سلامتی درست کردن، نه راحتی درست کردن. درست مثل گداهای روم که روزی 15 ساعت سر چهارراه می‌نشستن و دعا هم می‌کردن، ولی 40 سال بود گدا بود، کار نمی‌کرد. برای اینکه تو دنیایی هست که اگر می‌خوای زندگی کنی و کار بکنی، عضله می‌خوای باید ورزش کنی، قضا می‌خوای باید از یه مسیری بری که تو رو به قضا می‌رسونه، سلامتی می‌خوای باید از یه راهی بری که سالم بشی. اینکه بنده بگیرم بشینم یه کارایی بکنم که اتفاقاتی بیفته، مگر اینکه قوانینش مشخص و معین شده باشه یا بشه پیداش کرد، نیست. درست مثل همون دوستی که ای بنده دستم رسید به یه روزه یه شنبه ای، میرم جلوش میگم نمی‌خوام این کور رو برای من شفا بده، این بیچاره من این میکروفون ما رو یه ذره بزرگتر تکون نخوره، رنگشو آبی کن، تا 6 میلیون سال هم نمیتونیم برو کنیم. پس اگه قرار بود یه نیروی تو دنیا بود که همه رو درگ و داغون میکرد و هر غیر ممکنی رو ممکن میکرد، آقا این یه ذره بلندتر کنه، یه ذره کوتاه‌تر کنه، چرا اینا همه کور شفا میدن؟ آدم ها رو هم بزن قدار آقا بلند کنه، مانه شما این روی همه صف کشیدیم اونجا میریم اونجا با 4 اینچ بزرگتر بگیم من چقدر بربرتی قدم رو کشیدم. چرا یکی قد یک کسی رو بلند نمی کنه؟ چرا؟ برای که کار شدنی نیست، برای اینکه این یه مسئله کاملا کاملا بسیار فانکشنال نیست، کاملا یه مسئله عضوی کنشی شدنی نیست، با روز یه شنبه پایین بالا نمیره. خب من وقتی اینا رو دور برای خودم میبینم به یه نتیجه میرسم، جهانی وجود داره مرتب و منظم، به وزر اعتقادم رو مرز کنم، چون اینو بهتون گفتم، اعتقاد من اینه که قدرت خدا آنچنان قدرتی است که یه دنیا درست کرده که 100 میلیارد سال دیگه هم که کار بکنه احتیاج نه به تعمیر داره نه تسهیل، همه چیزش هم حساب شده است و قدرتش هم در این است که احتیاج نداره هیچ کاریش بکنه، قانوناشو گذاشته و ارادهش هم در قانونش هست. این الان صبح دوباره این بحث هست که آیا انسان میتونه مثلا فرض کنید که بچه رو اینجوری کنه. بذارید یه مثال یه خدمت مثلا شما میدید، یه روزی اگر میگفتن که من بچه دار بشم بشه مثلا خدا بهش بچه داره به اون یکی نه، امروز کاملا پزشکی شما بهتون بچه نمیده، یه جراحی کنه بچه بهت میدید، اصلا نمیدونی بچه دار بشی، سیستم برات درست کنه بچه داشته باشی، تو در چون بچه تو را اسپرم شوهر تو با تخمه که تو میگیریم تو شکم یکی دیگه میذاریم، بچه مال شما رو در میاریم میدیم دست تو، حتی بالاتر از اون بچه این هم میخوای تخمه رو در میاریم با اسپرم مخلوط میکنیم همینجا قدش میکنیم میذاریم اونجا میذاریم اینو تو شکم بچه در میاریم، دو سال دیگه این اونو میخوای اون یکم میذاریم، دو سال دیگه دنبال اون این همون در میاریم. امروز این کارو 100% ما میتونیم بکنیم. علتش هم این است که روزی که یه کاری تو این دنیا بشه کرد، معلوم است که قانونش و ارادش هست و به همین جهت که هیچ کس یک لحظه نمیتونه مخالف اراده خدا کاری بکنه، برای که ارادش رو به صورت قانون در جهان آورده بوده. معنیش اینه، ولی نه معنیش ما رو از این است که ما باید از یه جایی بگیریم و ببریم. علت اینکه این عرض و خدمتتون همین است که دنیای علم امروز به من و شما یه دید تازه‌ای داده که به مسائل فلسفی نگاهی بکنیم که با واقعیت‌ها می‌خونه و به دردمون هم میخوره و مفید هم میتونه باشه، تا اینکه من و شما وارد یه حریمی بشین که اصلا من نیست از کجا به چه شکل و فرم اومده و کمکمون هم نمیکنه و نمیتونیم به دیگران هم به این راحتی کمک کنیم. بنده دو تا از این دوستانی که تو این مایه ها بودن خودشون گیر انداخته بودن، دالاس آمده بودن، اصلا من باور نمیکردم که باشون چه کردن، از دالاس پشته آمده آقا ما رفتیم این کمک رو بگیریم، دنبال یه مقدار افکار از این قبیل شرایط روانی داشتن تا مرز خودکشی دو دفعه رفته بود یکیشون، اولی که آمد تمام این سیستم های فکریشو به هم ریختن، با اون ریختن تونست چشمشو باز کنه دنیا رو اونگونه که هست ببینه. شما در اینجا راجع به وقت حرف دارید نه؟ آره پیداست. من از شما سپاسگزارم که موجب شدید من این حرفا رو بزنم. احتمالاً خواهش ازتون دارم، تمنا میکنم و التماس میکنم فقط حرفای منو بشنوید، با سیستمای فکری خودتون مرتبط کنید، با بدترین حالتهای به اصطلاح انتقادگرانه بهش نگاه کنید، چون ابداً 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 نه اعتقاد به این دارم که حرفی که میزنم تا
تنها حرف درسته. نه اصلا حاضر هستم که یکی از شما به اندازه سر سوزن یک ذره از این حرفای منو به خاطر اینکه بنده خدمتتون عرض کردم بفهمید و بپذیرید. درست برعکسشو میخوام. نگاه کنید تو سیستم فکریتون ببینید جایی داره یه کاری براش میتونید بکنید بکنید، اگرم نه بذاردش کنم. سپاسگزارم از توجهتون. جناب مهندس فیروزی بیش از این گردنشون کلافته که بنده جرأت بکنم بگم جناب کنچش رو بگید حتی نه برنامه دیگه دارن وقت تعطیلم هست. یه سوال نه اجازه بدید. آره اگر سوال آخه منم که دیدم ایشون رو بعد یه سوال کردم کجا سوال اونجاست. سپاسگزارم از محبتتون. بازم ازتون خواهش می‌کنم منو ببخشید بابا. بحثای بسیار جالب و زیباست، منتها زمان محدوده و این سالن در اختیار ما نیست و من آرزو میکنم روزی یه خانم یا آقای پیدا بشه و یه مقدار کمک بکنه، یه زمینی یه ساختمانی بگیرن و خانه بسازیم که در خور ما باشه، سرایدارش خودمون باشیم که بتوانیم اینجا را تا هر ساعت که دلمون خواست روشن و باز نگه داریم و دنباله بحث و گفتگوهامون را ادامه بده. خب در این قسمت از برنامه شعری هست راجع به عشق که سرکار میتره خانم میخوان اونو برامون بخونن. میتره خانم میگرامی بار دیگه زمنان کاریشون داشت میارم راجع به 28 جون که گفتم آقای مسعود اسدالله داشت میاره اینجا و برنامه اجرا خواهند کرد. تئاتر بلیتاش در همین جلسه هست و جناب قربانزاده قول دادن که اونایی که تشریف بیارن و این بلیت ها رو بخرن هم بلیت در اختیارشون میذارن و هم یک کاریش هم بعدش برای مهرگان خواهند کرد. جالبه چیزایی هم که من میخواستم صحبت کنم راجبهش راجبه عشق و راجبه خدا بود. البته خیلی دوست دارم نظر دکتر هولاکوی رو بعد از اون بدونم. من فکر میکنم که اگر که فکرمون رو تقویت کنیم میتونیم افکارمون رو کنترل کنیم و راحت‌تر زندگی کنیم. فکر میکنم اگر که در نهایت ناراحتی روحی اگر با آقای دکتر هولاکوی مراجعه کنیم ایشون هم سعی میکنن که فکر ما رو قوی‌تر کنن. دوست دارم بعدا نظرشون بدونم. عشق را باید به زنجیرش کشند، در دلش آتش بیفروزند، بر تیغش کشند، چشم او گریان نمایند، آه شبگیرش کنند، جام بیمهری خورندش، قل و زنجیرش کنند، تا بداند سوختن، گریان شدن، بیتابی درد فرار، چون بسوزاند و خاکستر کند. در تمام لحظه های بیفروغ زندگی یاد خوب تو مرا نور و جلال می دهد. یاد شیرین توی حمد سرا بر وجودم گرمی آتش فضایی می دهد. اینجا منم یه عقیده دارم راجب خدا. عرفا میگن که هر آدمی میتونه برای خودش خدایی باشه و این در نظر ما که یک عمری خدای یگانه داشتیم و او رو پرستیدیم ممکنه که در اول کفر به نظر بیاد. مسلمه هر کسی برداشتی از این موضوع میکنه. توجه کردیم موقعی که یه مشکلی داریم و برامون قابل حل نیست تمام فکرمون روی اون مسئله متمرکز میشه و تمام لحظه های روز و شبمون رو پر میکنه و چه بسا که باعث بیخوابیمون میشه و هرچه بیشتر بهش فکر میکنیم مشکل به صورت قولی در میاد و ما ضعیف‌تر بشیم. افکار ما رو به خودش و افکار ما رو با خودشون به هر جا که میخوان میکشن. لحظه ها پر از نگرانی، پر از افسوس و حسرت سپری میشه، در حالی که اگر ما درون خودمون بریم خودمون رو بشناسیم
و فکرمون رو تقویت کنیم و قوی‌تر بسازیم و بدونیم که مغز کامپیوتریه که هر طور برنامه ریزی کنیم همونطور عمل کنه. دیگه ما هستیم که افکارمون رو به هر کجایی که میخوام میکشونیم و در اون صورت مشکلات ناچیز میشن و گرفتاری ها با آسانی حل میشن. در نتیجه به جای غم و غصه و گرفتاری، صلح و آرامش و عشق در وجود ما به وجود میاد. من فکر میکنم در این حالت یه چیزی انسان رو آزار نمیده، حتی دشمنی، حسادت، دورویی، کینه‌توزی، بدگویی، هیچ کدوم اینا آزاردهنده نیستن و در تمام وجود یک عشقی بی‌توقع به انسان ها و به هر چیز دیگه پیدا میشه و یک رهایی مخصوصی در انسان به وجود میاد از تعلقات و بستگی ها. من فکر میکنم که این مرحله رو بهش میگن خدایی و این چیزی که براتون میخونم از اینجا سرچشمه میگیره. تازه خود رها نگردی به خدا، خدا نگردی تا کلام بستگی را ز دلت جدا نسازی به خدا، خدا نگردی تا نهال آرزو را تو زبان فنا نسازی به خدا، خدا نگردی تا من است در نهادت تا تن است در جوارت به خدا، خدا نگردی جرعه‌ای ز جام هستی تو بنوش و خود خبر کن به مزار بستگی ها بنشین و دیده تر کن بگشای مخزن دل به درونان سفر کن ز درون روزن دل تو به هر طرف نظر کن که تو خود هیچ هستی همه هستی به بر توست لب خود به خنده بگشای که جهان در کف توست ترس و غم ز تو بدورند نشاط همراه توست و به سان ماه و خورشید جز مهر تو نتابی و به بام آسمان ها تو بنشسته ای خدایی. این نظر من بود راجبه یه دو خطی دو تا رفیق با هم نشسته بودن، رفیق سیب برداشت از پاکت و اونو نصف کرد، نصفه کوچک و کرمزدهشو به دوستش داد و نصفه بهترشو خودش خورد. دوستش اعتراض کرد، گفت رعایت دوستی و رفاقت نکردی. گفت چرا؟ گفت برای اینکه نصفه خوب سیبو خودت خوردی، نصفه بدشو به من دادی. گفت خب اگه تو بودی چیکار میکردی؟ گفت اگر من بودم نصف خوبشو به تو میدادم، نصف بدشو خودم میخوردم. گفت منم همین کاری کردم. و آنجا که پای سخن نمیرسد، آنجا که پای اندیشه نمیرسد، آنجا که مرکب خیال راهی برای فرار نداره، موسیقی آغاز میگردد. آنجا که موسیقی آغاز میگردد، سخن از عشق و دل است و نوای جانفزایش. امشب مهمانی داریم یا مهمانانی داریم که از راه دور اومدن و عده‌ای از دوستان ما هم از راه های دور اومدن که باعث افتخار ما هست و امیدوارم روزی بشه که این شهر سندیاگو میزبان مهمانان تمام جنوب کالیفرنیا بشه. در این جلسه مهمان گرامیمون جناب عباس عمادی که از شاگردان مکتب استاد سبا هستن. استاد سبا رو شما میشناسید و با آثارش آشنایی دارید. وقتی استاد سبا مرد، شهریار شعری ساخت و گفت عمر دنیا به سر آمد که سبا میمیرد، ورنه آتشکده عشق کجا میمیرد. بعدا شاگرداش به استاد شهریار گفتن که اگر سبا مرده، سباهای دیگری را به جای خودش یادگاری گذاشت. یکی از شاگرداش اینجا هستن، جناب عمادی از کارمندان ارشد سازمان برنامه بودن و الان در اورنج کانتی زندگی میکنن و مهمان دیگرمون آقای کوروش سپاه که مجسمه سازن، نقاشن و استاد دانشکده هنرهای زیبای تهران بودن. همه این دوستان تشبه بودن در این جلسه در نهایت صمیمیت و صفا
در خدمت شما و میخوان که دقایق را با سازشان به شما شور و نوایی ببخشند. مقدمشان را گرامی می‌دارم. در این جلسه دوست و بسیار انسان بالایی مثل دکتر عربی داریم که چند روز دیگه عازم ایران هست. در جلسات دیگر شاهد از خدمات، موفقیت ها و کوشش بیدرنگشان به هموطنان بودیم. ایشان الان بیش از 42 سال در شیراز و در بیمارستان نمازی اونجا کار میکنن و علمشون را، دانششون را در خدمت هموطنان میگذارن. هرگز مطب نداشتن و همیشه خدمت به خلق شعارشون بوده. در این جلسه تشریف دارن و ما این قسمت از برنامه را به ایشان هدیه میکنیم و برایشان آرزوی سفر خوب و سعادت خوب.
Thank you.
عزیزمان آنچنان زیبا زدن و چون مهمان هستن من واقعا روم نشد بگم که ادامه بدن، ولی خبر خوبی که براتون دارم، جناب امادی در شهر سان دیگو کلاسی دایر کردن که به جوانای ما حتی به خود شما هم میتونن یاد بدن که چگونه این ویالون رو بزنن. جناب امادی چند روز طول میکشه که ما بتونیم به این راحت بزنیم؟ چهارده ماه آیا نداریم؟ اگه من جوان حساب میکنید من حالا درود بر شما، درود بر شما. عرض کنم خدمت شما که در این موقع تنفس دوستانی که لطف کردن و تقبلی هاشون ریختن به صندوق، جناب قامتی آقای درفشان و دوستای ما شمردن جمع مبلغ اهدایی 862 دلار که 357 دلارش نقد بوده، 505 دلارش چک بوده. با تشکر فراوان جمع به اصطلاح الباقی، مثل که آدم ها هرچقدر بدهی داشته باشن بزرگ میشه. دولت امریکا میده چندین میلیارد بدهی داره، کسر بودجه ما فعلا 1500 دلار است، انشاءالله دفعات بعد جبران میشه. عرض کنم خدمت شما که دفعه دیگه یعنی 4 جولای به علت اینکه سالن در اختیار ما نیست جلسه نخواهیم داشت، ولی اول آگوست باز در همین جا و سر ساعت 6:30. ما معمولا یکی از معایب فرهنگ ما اینه که ما با ساعت کار نداریم و یادم از اون اوای ایران ساعت عوض کرده بودن، بعد یکی میگه آقا به ساعت قدیم یا به ساعت جدید، روز که تا هوا تاریک نشه. ولی این سالن در کرایه شماست از ساعت 6:30 تا 10:30، هرچی دیر بیاییم به ضرر خودتون، حالا بخواید دیرتر تشریف بیاید یا زودتر، ولی سعی میکنیم که برنامه را سر ساعت شروع بکنیم که تا حالش وقت موفق نشد. بنابراین دلم میخواد که در این جلسه از تشریف فرمایی تک تک شما تشکر بکنم و قبل از اینکه جلسه را به پایان ببرم حیفم اومد که جناب دکتر علوی را پشت میکروفون دعوت نکنم. و صحبت ایشان را به اصطلاح بابی بکنیم برای بستر جلسه امشب. تشکر بکنیم از آمدن تک تک شماها. جناب دکتر علوی شما تشریف بیارید. من آقای دکتر علوی به 1001 دلیل دوست دارم. یکیش اینه که واقعا انسان دوسته و در نهایت صمیمیت و از صمیم قلب به هموطنانش کمک میکنه. میتونست مثل خیلی های دیگه اوائل انقلاب بیاد اینجا و اینجا هم کار بکنه، ولی ترجیح داده که دوتا بچه بیشتر نداره، چون دوتاشون اینجا هستن، دلش اینجاست ولی وجدانش اونجاست. با عرض تشکر از دوستان عزیز، خیلی امشب جلسه جدی بود، حتی جناب هولاکویی هم در ضمن صحبتاشون خیلی جدی شوخی کردن و من احساس میکنم که یک کمی باید برای 2-3 دقیقه لاغت جب را عوض بکنیم. من در جلسه قبل که خدمت رسیدم راجع به شیرازی ها صحبت کردم و گفتم که شیرازی ها چقدر خواص خاصی داشتن و عرض کردم خدمتتون امشب میخوام یه چند کلمه راجع به اصفهانی ها صحبت کنم. در بین جمع مطمئنم که عده‌ای از اصفهانی ها هستن. اصفهانی ها مردم فوق‌العاده زحمتکش، قانع و معالندیش. در اصفهان وقتی شما برید در هیچ مغازه‌ای نمی‌بینید که نوشته ساعت کار از کی تا کی. کار بستگی به میزان کار داره، یعنی اگر شما برید به یه اصفهانی بگید من امشب این جنس رو میخوام و فردا صبح هم باید از شیراز از اصفهان برم، شب تا صبح میشینه کار میکنه و صبح این رو به شما تحویل میده. بنابراین ساعت کار بستگی به نیاز اون فردی داره که به این کارگر مراجعه میکنه. به زندگیم خیلی قانعم، فوق‌العاده هم مقید به عقاید خودشون هستن. مدت قبل در حدود 2-3 سال قبل قیمت برق رو بالا می بردن، در تمام مملکت قیمت رو بردن بالا.
اسپانه ها تشخیص دادن که این میزانی که دولت میخواد ببره بالا زیاده، تصمیم گرفتن از مصرف برق خودداری کنه. 6 روز تمام خیابون چهارباغ اصفهان که هر کدوم شما رفته باشید، مغازه ها سر ساعت باز میشد تا ساعت 10-11 شب هم باز بود با شمع، یک دونه چراغ روشن نمی‌کرد. بیش از 80% از منازل اصفهانی ها شبها هم چراغ روشن نمی‌کرد، به طوری که دولت مجبور شد که خواسته اونها رو بپذیره و اون قیمتی که خودشون پیشنهاد کردن برد بالا. حالا هم امروز لاغر در رادیو شنیدم، صحیح یا غلطش به مسئولیت رادیو، که دیروز برای اولین بار پس از انقلاب نماز جمعه در اصفهان برگزار نشد و این خیلی اهمیت داره. از کنم شاید برای اولین بار و در اولین نقطه، صحیح یا غلطش رو به عهده رادیو که امروز به جزو اخبار اعلان کردن. ولی اصفهانی‌ها یه خاصیت دیگه هم دارن، به اون حاضر جوابی، و از این بابت خیلی خیلی بر بقیه شهرهای ایران برتری دارن. من یکی دو تا از نمونه اینا رو خدمت رو عرض میکنم مرخص میشم. یک اصفهانی رفته بود مشهد و میخواست خربوزه بخره. خربوزه های اصفهان زرد و خیلی بزرگ و مشخصه، خربوزه های مشهد سبز، و این هر کارگر نمیشناخت که این کدوم یک از این خربوزه ها خوبه. همینطور که توی خربوزه ها میگشتید، یکی از خربوزه ها تهش قاچ خورده، انگشتش رو برد تو و گذاشت دهنش. در همین این میوه فروشه نگاه کرد، آه چکار میکنی؟ گفت کاری نکردم. گفت یعنی چکار نکردی؟ شاید انگشت رسونده به خربوزه، بالش شده شده. گفت من میاد به تو انگشت برسن طوری نمیشه. گفت اگه برای چشیدن باشه چه میبره؟ تهرانی اومده بودن اصفهان، بعد در زمینی که لشکر گردش میکردن، یکی از خواص اصفهانی که هنوزم حفظ شده درشکه در اصفهان هست هنوز، یعنی هنوز هم از نقطه به نقطه دیگر شهر اگر بخواید با درشکه برید، درشکه هست، کرایه هم میگیرن، سوار میشن میرن. این تهرانی ها عده زیادی سوار یه درشکه شدن و درشکه داشت میرفت، در یه سرابالایی یه قدری هم زور نشسته بود به این اسب، یک صدایی از خودش خارج کرد. این ترانه ها فکر کردن که این مطلعه که به اصفهانی بگفتن، گفتن خب خیلی خوبه، درشکه ها هم رادیو پیدا کرده. درشکه برگرد گفت بله، ولی فقط یه عیب داره، فقط صدای تهرون میگیره. این یکی هم برای آخرین میگم که لاغت خاطرات میدونه. بعضی از خانم آقای ممکن این یکی رو که میخوام بگم شدیده باشم، ولی میبخشم. یک جناب سرهنگی در یک ضیافتی شرکت کرده بود، شام مفصل و مشروب زیادی نوشیده بود و خورده بود. تو راه که برمیگشت به طرف منزل، معذرت میخوام، استفراغ میکنیم، استفراغ میکنه، لباساش کثیف میشه، میاد خونه. بعضی از شما نمیدونید، ولی در گذشته تمام افسرها مستر داشتن، یعنی سربازا خدمت وظیفه‌شون رو می‌رفتن خونه افسرها خدمت می‌کردن. یه مستر اصفهانی داشت، صدا کرد حسن. گفت بله جناب سرهنگ. گفت بیا این لباسا منو بگیر فردا بده بشورم، به این گروهبانی که به من استفراغ کرد 2 روز توبیخش کردم. گفت خوب کردی جناب سرهنگ. رفت و یه چند دقیقه برگشت، گفت که جناب سرهنگ. گفت بله. گفت چند روز جریمش کردی؟ گفت 2 روز. چطور؟ گفت کمشت. گفت چرا کمشه؟ گفت برای اینکه تو شلوارتونم ریده بود. از کنم خدمت دوستان که راجع به اصفهانی ها گفتن و آذربایجانی ها اینجا ساکت شدم، من به غیرت هم قبول نمی کنم. یه اسم
اصفهانی با یه تبریزی معامله شده بود و جریان این بود که اصفهانی یه اسب فروخته بود و تبریزی رو خریده بود. اسب رو فروخته بود به 100 تومان. بهش اعتراض کردن، گفتن که بابا گوسفند نمیدن به 100 تومان، تو اسب دادی؟ گفت بله، اسبی که من به اون بابا فروختم این اسب چلاقه. اسب چلاق نه راه میره نه میشه ازش سواری گرفت. اومدن بهش گفتن که آقای اصفهانی این اسب تبریزی داشت برای همین خریدی 100 تومان سرت کلا رفته. گفت نه، من اون زیر نرد اسب رو نگاه کردم، یه میخی گنده هست اونجا، من 2 گرم میدم، این میخ میکشم، این اسب درست حسابی راه میره. به اصفهانی گفتن که بس این از اون میخه میلنگیده، خودش لنگ نیست. گفت نه بابا، اون نفهمیده، من خودم مخصوصا دادم اون میخ گنده رو اونجا بزنم که این همشهری شما فکر بکنه که از اون میلنگه. اومدن به تبریزی گفتن که داداش پس این میخ اون اصفهانی خودش داده بود. الله اکبر، دیگه در دنیا درستی امانت نمانده ها، خدا رحم کرد، اگر بهش پول تقلبی نمیدادم سرم کلا بود. با تشکر از اینکه آمدید، با تشکر از اینکه به صندلی های بی جان ما به گل جناب سرنگ کردم و جان دادید و با تشکر از کمکاتون، امیدواریم که برنامه های ما مورد توجه شما قرار گرفته باشه. دیدار ما روز شنبه اول آگوست 1998 در همین جا. آقای من ساعت مطلبی داشتید؟ شد 4 جوله اگه تعطیله نمی شد این هفته بعد 11 هم مثلا کتابخونه باز اینجا رزرو شده بود وسیله تست. خیلی متشکرم، شب شما بخیر. مرسی. جوانان اگه کمک بکنم به ما در برچیدن این صندلی ها خیلی ممنون خواهم.
آره حالا راشی یاد گرفتم تازه.